در خبرهای مرتبط با ایران دیشب خبر آمد که وزیر خارجه بریتانیا راهی ایران است. او قرار است ظرف همین یکی دو روز آینده رهسپاره تهران شود. گفتگو درباره نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران، از جمله هدفهای این سفر عنوان شده. خانم زاغری به اتهام تلاش برای براندازی نظام در حال سپری کردن 5 سال زندان است و قرار است روز یک شنبه برای شنیدن اتهامهای تازه‌ای در ارتباط با آنچه که جاسوسی خوانده شده در دادگاه حاضر شود. درست همون روزی که احتمالاً وزیر خارجه بریتانیا در تهران خواهد بود. همزمان اعلام شده بحث درباره تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با غرب و سرمایه‌گذاری بریتانیا در ایران و نیز گسترش فعالیت‌های سفارت بریتانیا در تهران در زمره هدف‌های این سفر باشد. اجازه بدید با خانم یاسمین میسر صحبت بکنیم، سردبیر نشریه کریتیک در دانشگاه آکسفورد که صبح به این زودی با ما هستند. صبحتون بخیر خانم میسر. بحث درباره شرایط نازنین زاغری در بریتانیا مدت هاست در صدر مهمترین خبرهای این کشور، تقریبا روزی نیست که در عمده ترین رسانه های این کشور در موردش بحث نشه. بحث درباره پس دادن پولی که ایران در بریتانیا داشت بلوکه شده بود در ازای آزادی او و شاید چند زندانی دیگر ایرانی بریتانیایی هم مطرح بوده. آیا بریتانیا در حال حاضر دست بالا رو در این مذاکرات داره؟ مشکل بریتانیا در اینه که پس دادن پولی که بهش اشاره کردید و بهره سنگینی که روی این پول آمده در این مدت، گویا حدود 1.3 بیلیون پوند اضافه شده به خاطر بهره. مشکل بریتانیا اینه که انتقال بانکی به ایران کار ساده‌ای نخواهد بود به خاطر تحریم‌هایی که همچنان از طرف ایالات متحده هست و نگرانی مال بانک ها در بریتانیا. در نتیجه اون بخشی که بهش اشاره کردید که مسئله روابط مالی ایران و بریتانیا باشه، شاید نقش مهمی ولو غیر مستقیم بر سرنوشت خانم زاغری و کسای دیگه‌ای که مثل ایشان در این مذاکرات آیندهشون مورد بحث قرار خواهد گرفت مطرحه. بریتانیا دست چندان بالایی نداره به خاطر برکسیت، به خاطر مشکلات داخلی و مشکلاتی که آقای جانسون به طور مشخص داره. آقای جانسون گاهی زودتر از اونی که فکر کنه حرف میزنه و به همین دلیل مشکلاتی برای خودش و برای دولت ایجاد کرده. ولی طبیعی است که در هر صورت همچنان بریتانیا میتونه وارد این مذاکرات بشه با اون چه که ایران میخواد. در نتیجه دست خالی نمیره آقای جانسون به این سفر. به هر حال گسترش رابطه تجاری و دیپلماتیک با بریتانیا برای ایران هم در شرایط فعلی، شرایط شکننده ای هم هستش، میتونه مهم باشه. تا چه اندازه حکومت در ایران دوست داره این رابطه افزایش پیدا کنه به نظر شما؟ من فکر میکنم با همه شعارهایی که داده میشه در نهایت احتیاج به این روابط هست. چه بریتانیا در اتحادیه اروپا به نوعی با برخی کنارگیری ها ولی برخی همکاری ها باقی بمونه، چه بریتانیا کاملا در پی برکسیت باشه، روابط اقتصادی بیشماری بین ایران و بریتانیا حتی الان و حتی در دوره تحریم ها وجود داشته. تقویت اونها از نظر اقتصادی برای بریتانیا مهمه. بریتانیا میخواد همچنان نقشی در خاورمیانه داشته باشه. این نقش به مراتب کمرنگ تره از اون چیزی که دهه‌های قبل بوده، ولی حداقل برای دولت مهمه که بگه ما متحدین در ایران در منطقه داریم، با اینها در روابطیم و فقط عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس نیست که باهاشون مذاکره میکنیم، باهاشون رابطه اقتصادی سیاسی داریم. خانم میسر، به هر حال مأموریتی که آقای جانسون خواهد داشت در طول 2-3 روز آینده مأموریت مشکلی هستش. آیا آقای جانسون نماینده خوبی از جانب بریتانیا برای انجام دادن این مأموریت که گفتم آسان هم نیست هست؟ سوال سختیه، برای اینکه همونطور که میدونید آقای جانسون تقریبا میشه گفت سفری نرفته که درش یا در پایانش عبارتی یا نقل قولی ازش نباشه که در سطح رسانه ها مشکل آفرین باشه برای بریتانیا. همونطور که قبلا گفتم گاهی به نظر میاد عجله داره در این که حرف بزنه و
از یه مشکل به مشکل دیگه میره. من مطمئنم در رابطه با این سفر خیلی کوشش خواهد کرد که جلوی خودش رو بگیره. مشاوران زیادی دارن باهاش میرن، کسایی که راجع به روابط تاریخی ایران و بریتانیا کار کردند از وزارت خارجه بریتانیا، ولی طبیعی است که نگرانی هایی در سطح بریتانیا خواهد بود، در سطح دولت خواهد بود راجع به اینکه چی بگه. یک نکته را هم نباید فراموش کنیم، آقای جانسون الان در کوششش بر اینه که در با این مشکلاتی که دولت در رابطه با برکسیت داره شاید ایشان رقیبی باشه برای خانم می، و به همین دلیل ببخشید مشکلات فنی داریم، به همین دلیل شاید محافظه کارانه تر برخورد بکنه و وظایف خودش رو دقیق تر انجام بده.